با شما هستیم در بخش چهره ها و چهره ای که امروز مهمان ما هستند دکتر حفیظ الله ولی رحیمی، رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت و رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان. سلام، صبح بخیر، خوش آمدید. سلام بر شما گردنندای بسیار موفق برنامه بامداد خوش و سلام به تمام بینندگان تلویزیون محترم تلو. زنده باشین، بسیار خوش آمدین آقای رحیمی. آقای رحیمی جای مختلف کار کرده، در پست‌های مختلف کار کرده و امروز می‌خوایم که از تجارب زندگی آقای رحیمی، از او رازهایی که تا حال نگفته با خبر شویم. ولی بریم به طرف نخستین پرسش، می‌خوام از اینجا آغاز بکنیم که آقای رحیمی را کی بیشتر می‌شناسه و او هم خوب می‌شناسه از دوستان خودت؟ دوستان تقریبا اکثریتش میشناسن و نمیتونم در بین دوستای خود تفاوت ببینم، ولی دوستای خوبی که زیاد از 40 سال است همیشه دوست هستیم و همیشه نزدیک هستیم و تا حدود زیاد ما چون در زندگی بسیار زیاد هم تو تمامی موضوعات زندگی زیادش بسیار واضح است. اکثریت دوستایی که چند سال هم با ما بودن، حتی همکارایم که کار کردن، بسیار زود شناختن که من کی هستم. دوست 14 تان که 40 سال از با شما زندگی میکنه، چه رازایی را با او دوستتان شریک ساختین که یک امراض خوبتان شده در 40 سال؟ خب با این نظر با اعتماد میشه که در زندگی انسان از خوردی اونا هم حتما نمی خوی و خواص مشترک داشتیم، حتما با کسی که انسان دوست میشه بعض خوی و خواص و راهکارهای در زندگی مشترک می داشته باشن که طبعا دوست آدم میشه. و یکی از علت شما می بوده کسایی که زیاد نزدیک بوده با ما دوست بوده، طبعا با هیچ کس فضل خدا هم کدام مشکل نداشتیم در زندگی. ولی دوستایم همیشه دوستی که بوده تا که بوده دوست بوده از بسیار آوان خوردی تا فعلا نمید. خب آقای رحیمی، دنیای بعد از 40 سالگی و زندگی بعد از 40 سالگی به نظر شما چطور و چگونه هست؟ زندگی هر بخشش مراحل خود داره. هر بخشش اگر انسان واقعا از زندگی بخواه لذت ببره، باید با همو مرحله زندگی خود عیار کنه و با همو مرحله، از همو مرحله زندگی باید انسان لذت ببره. یعنی هر بخش زندگی انسان، اگر همینطور که خداوند طفلی انسان طفلی خودش یک وقت زمان و آدم نمیتونه کارهایی که در طفلی میکنه و از او لذت میبره، اگر در سنین جوانی یا بهتر از او بکنه شاید هیچ خوب و معلوم نشه و همو وضعیت نداشته باشه بر خود انسان. همه تو وقتی که به پختگی میرسه بعد از سال 40 که تقریبا اکثر نمید میار قرار داده شده در کل جهان، ای خود به خود انسان باید بس بساس عمر خود خدا عیار بسازه. بله آقای رحیمی، گاهی وقتا هم شده که برگشتی کرده باشین به دوران شیرین طفولیتتان، کودکیتان و خاطراتتان هم ورق زده باشین برای فرزندانتان، برای فامیلتان، بین کمی از دنیای شیرین کودکی از زمان مکتبتان بگوین. ما چیزهای مثلا درباره تان پیدا کردیم که رفتین دانشگاه کابل و از اونجا لسانستان گرفتین، بعدها سفری به هند داشتین و مکتب از کجا آغاز کردین؟ جالب است که الان بعد از 40-50 سال ما دوباره برگشتیم به وظیفه که ایجا تقریبا از آوان خوردی طفلی. ما از بسیار کوچک هم که بودم تا به خانه همگی از دستم بعضا بودن، با توپک پیدا کردیم حتما سیشه و اینا رو شکستاندیم و به اندازه شوق با فوتبال داشتم. و یک زمانی هم شما عضویت تیم ملی را داشتیم. بله، و ما در صنف هفت مکتب بودم که ما در تیم منتخب کودکان معرف تعیین شدم و ترینر روسی داشتیم. اینا طبعا پدرم به نیست یک سیاست مدار، اینا زیاد در سیاست بودن و فکر میکردن که سپورت و اینا فقط میتونه که اولادار از ورزش، از تحصیل و که همو اساس در فامیل ما بود از دور کنه. حتی بسیاری وقت دروازه رو بسته میکردن ولی من از سر دیوال بدون اجازه میرفتم برای تمرین در مکتب. و طبعا از امو آوان تقریبا اکثریت یعنی حلاقه خاصم در زندگی در ورزش، خصوصا در فوتبال
طبعا بسکتبال و والیبال اینا هم بازی میکردم تا سطح مسابقات. جذابیت فوتبال به نظر شما چی است که در حال حاضر با وجود رشته‌های مختلفی که در دنیا وجود داره مردم قدر به فوتبال جذب شدن و قدر با اشتیاق این ورزش را دوست دارن و میشنن و تماشا میکنن؟ جذابیت فوتبال در چی است به نظر شما؟ چون فوتبال سر تا آخر طبعا یک فوتبال نه تنها یک حمل جسمی است که دماغی هم به اندازه زیاد است. چون ترینر روسی مادرم آوان کودکی میگفت که در حدود 60% فوتبال دماغ انسان میکنه و 40% فیزیک. اگر شما با دماغتان فوتبال نکنین، شما 40% صرف از فیزیکتان بازی میکنین. و یک بازیکن دیگه که بسیار ضعیفتر هم از نگاه فیزیک از شما باشه، از قوه فیزیکی و تا اسکیلش هم پایین تر باشه، چون او از دماغ خودکار بگیره بازم از شما کده بهتر بازی میکنه. و دوم یک هیجان بسیار خوب داره فوتبال که زوان طفلی طبعا در او وقت در افغانستان دیگه ورزش ها او قدر رشد هم نکرده بود و فقط همی فوتبال بود، بسکتبال و والیبال و هاکی در او وقت بسیار خوب بود که ما یکانه گیم را که زیاد بازی نکرده بودم هاکی بود، هاکی فیلد هاکی. آقای نعیمی، میخوایم نقل قولی از خودتان داشته باشیم. از صحبت‌های خودتان که در رابطه با ورزش گفتین، اشاره به ازی کردین، گفتین که تاثیر جنگ بر زیربنای ورزش، این نقل قول شده از خودتان که به نظرتان آیا برای ورزش افغانستان چگونه کار بنیادی خودتان در نظر دارین؟ بدون شک یک کار بنیادی چی که یک کار بسیار عظیم بنیادی کار دارست، چون ما با ای مشکلات اول مشکلات جنگ ها و مشکلات جنگ های داخلی که در دهی کشور بود و بعد از او دهی دهه آخر خصوصا رهبری های ورزش به اندازه مشکلات داشتن و ای زیاد ورزش در مجموع و خصوص بخلاخص ورزشکارا به اندازه ضربه دیدن و ما تا شاید ازی هستن که در تکواندو و در فوتبال اینا و رده های بسیار خوب در بالا آمدیم ولی با کلی سقوط کردن. بخش بسیار مهمی را که بسیار یک کار عظیمی به کار است که تمام تمرکز ورزش متاسفانه در کابل و 3-4 ولایت بزرگ افغانستان تمرکز یافته که این یک مشکل بزرگ در رشد یا عدم توازن رشد ورزش در کشور است که ما ولایت درجه دو و درجه سه ما حداقل امکانات هم ندارن و خصوصا طفلا و باز بالخصوص دخترای کوچک اینایی که در مکتب است اصلا برایشان جزئی ترین یک امکانات حتی فرهنگ ورزش برای از اونا تا هنوز نامده که طرحها و پلانهای بسیار قوی داریم که آقای رحیم، یک مسئله دیگه رشته که شما یعنی تحصیلات عالی شما و رشته اقتصاد هست، فکر میکنین که این رشته تان چقدر میتونه شما را کمک کنه در موقعیت فعلی تان؟ بدون شک فعلا محور اساسی تمام فعالیت های سیاسی کشور، اقتصادی کشور و امروز ورزش که در جهان در اکثر کشورهای که هست فعلا یک فیصدی بسیار بزرگ عواید ناخالص ملی از کشور از طریق از سپورت به دست میاد. شما این کلاب هایی را که میبینین، این فوتبال که در سطح جهان امروز مثلا یک فوتبال بارسلونا یا ریال مدرید میباشه که تمام جهانی را میبینه، این عوایدی که برای کشور میاد بس چندین نگاه هم از طریق میدیا و هم از نگاه سپانسری که دارن و هم از طریق عواید داخلی که میگیره. ما میخواییم که دوباره ما طبعا ما یکی از اعضای چی که رئیس اتحادیه کلاب‌های فوتبال افغانستان که آمدم اولین وظیفه‌ام در بخش ورزش این بود که ما خواستیم که فوتبال قانونمند بسازیم و معیاری بسازیم و ایره ما باید تجارتی بسازیم که یک ورزشکار یک فوتبالر باید عاید کافی از طریق فوتبال داشته باشه که بتانه واقعا یک پروفشنال فوتبالر شود و تا اندازه با کرسی سیستم سالا که با همکاری ریاست فدراسیون فوتبال اینا سطح فوتبال و یک سطحی که باید قابل قبول در سطح بالای آسیا باید ما در سطح جام ملت‌های آسیا باید دست بالا داشته. آقای رحیمی، بیاین بریم برگردیم به طرف فامیل، کمی از فامیل بر ما بگید. ما طبعا در یک فامیل هم یک فامیل مذهبی و هم تا حدود زیاد روشن فکر و تولد شدیم خوشبختانه. طبعا پدرم
وکیل پارلمان بودن و معین پارلمان بودن تقریبا 14 دور و ما از امو آوان پدرم فقط و فقط کوشش ازی بود که همه خورا و برادرها باید تحصیل کنن. بله. و ما خوشبختانه تقریبا ما 5 خواهر هستیم و 4 برادر بودیم که خداوند مغفرت که یک برادر فوت کرده و تقریبا حداقل تحصیل در فامیل لیسانس است که اکثریت ماستری و دکترا دارن و کلگی چی بچه ها بوده و چی دخترا در فامیل کلگی در سطح ستوی فعلا هم هر کدام در سطح تا 16 دفعه سفارت اینا اخبارا و اینا هم در سطح بالای اداری افغانستان کار میکنن و خدمت میکنن. خب آقای رحمی، با انجام همه کارا و برنامه‌ای که در طول این چند سال در زندگیتان داشتین احساس خوشبختی میکنین؟ بدون شک تقریبا، خصوصا بعد از اینکه پس آمدیم ما یک طبعا بر تحصیلات قسمی که مجان گفت تمام تحصیلات مقصد لیسانس ماستری دکترا کلی در هند بوده، طبعا لیسانس ماستری قبل از اینکه ما یک مهاجر شما با کانادا داشتم و وقتی که دکترا رو پس از اینکه با آمدن بعد از لوی جرگی ایجاد شد و سقوط طالبان ما دوباره آمدیم و داخل نیفم زیاد وقت همیشه در بند افغانستان بودیم بعد از اون و کوشش کردیم که امو تمام مسئولیت های وجیب های ملی و اسلامی خود ادا کنم و در کارهایی که کردیم تا حال فضل خداوند خوش بدیم، چون در تم وزارت تجارت هم تقریبا ریاست های اداری ملی استاندارد و ریاست انکشاف سکتور خصوصی و توسعه رقابت حمایت از مستهلکین تمام ادارات مسلکی بود که در افغانستان ایجادش بسیار مشکل بود، ولی فضل خداوند و به کمک دوستا این ایجاد کردم و از امو خاطر یک ریکارد خوبی داشتم که از او خاطر حساب میکردن که حتما میتونم من ایسی ورزشکار و با یک منیجمنت و یک رهبری خوب بتانم که ورزش هم تغییر بکنم. خیلی هم سپاسگزار هستیم آقای رحیمی، با امید و موفقیت های هرچی بیشترتان هستیم. از چهره امروز ما در این هفته در اینجا تشکری میکنم. تا روز پنجشنبه با یک چهره دیگه که در بخش چهره ها برمیگردیم از شما تشکری میکنیم. ولی آل وقفه.